هویج چگونه اعمال میشه در کردستان؟ به نکته بسیار جالبی اشاره کردیم. وقتی که ما پافشاری میکنیم که باید در ایران برای جلوگیری از باستولید دیکتاتوری تقسیم ثروت و قدرت بشه، به خاطر همین مسئله چرخش در کشورهای دموکراتیک همیشه دموکراتیک و دموکراتیک تره، ولی در کشور ما چرخش ها یک دیکتاتوری خشنتری به دنبال داشته. مثلا شما بیایید در طول 100 سال گذشته از انقلاب مشروطه به این ور، از رویدادهای خرداد 42، از ملی کردن صنعت نفت به رهبری آقای مصدق، از انقلاب 57، تمام این پروسه ها به یه جرائم های بسیار مردمی و دموکراتیکی بودن، ولی از بطن اینها در واقع نه یک حاکمیت مردمی مبتنی بر رأی مردم و حضور مردم برای حق تعیین سرنوشت خودشون، بلکه یک دیکتاتوری خشنتری به دنبال داشته. چرا؟ چون ارگانیزیشن ها، چرا؟ چون انجمن های همه جانبی در کشور ما مستقلا عمل نکردن و این اگرم بودن وابسته به دولت بودن، در صورتی که در غرب این دولتی که وابسته به جامعه مدنیه، پس جامعه مدنیه که جایگاه و نقش دولت رو تعیین میکنه. بله همینجوره. به همین دلیل شما فقط اینو در نظر بگیرید، امروز بیش از 2 میلیون سنی مذهب در تهران زندگی میکنه. بله. دولته. حتی میگن 5 میلیون. در تمام شهر تهران یک مسجد نیست که اینها بتونن مثلا توش نماز جمعه بخونن. ای بابا. بله. این طبیعی میده دیگه. شما اینو در نظر بگیرید، هنوزم سنی مذهب که داخل تهران برای نماز جمعه شون به سفارت پاکستان میرن. عجب. یعنی حتی من فکر میکنم که عموم مردم ایران، حتی ممکن شهروندان تهرانی ما از این مسئله با خبر نباشن. ولی چرا جمهوری اسلامی ایران اگر بگه این مسئله خب بالاخره چیز خاصیه، چرا مثلا برای اینکه حسینی ها بسازه میلیون ها و میلیارد ها دلار از کیسه پول مردم سفره خالی ایران به ونزوئلا میره، به کشورهای عربی میره، به عراق میره، تا جدا از ترازی شدن این سرمایه ملی به جیب تروریست ها، حسینی ها و نهادهای فرهنگی حتی در آلمان و آمریکا ایجاد میشه، درست میشه، یا این نهادها در واقع مورد حمایت های مالی جمهوری اسلامی ایران و حکومت ملاها قرار میگیرن. تبعیض تمام تار و پود جامعه را در بر گرفته و این تبعیض همه جا حضور داره و خودشون نمایان کرده. و ما البته من که خواستار اینم مسجد برای سنی ها باشه، من باید تأکید بکنم که خودم یه فرد سکولارم و فکر میکنم برای خلاص شدن همیشگی از دست یک حکومت ایدئولوژیکی باید سیستم در جامعه ما سکولار باشه. سکولاریزم به هیچ وجه به معنای ضدیت با یک مذهب خاص نیست، بلکه ضدیت با ایدئولوژی یا این که یک عده‌ای مذهب خاص خودشون و تفسیرات و قرائات خاص خودشون رو از مذهب ارائه بدن و اینو به عنوان نوع حکومت دلهای خودشون در جامعه تحمیل بکنن. حکومت‌های ایدئولوژی در طول 100 سال گذشته غیر از برپا کردن یک جهنم همه جانبه برای مردم و جغرافیای خودشون، در واقع چیز دیگه‌ای به ارمغان نیاوردن. به همین دلیل من فکر می‌کنم که ما باید به دنبال ایجاد جامعه دموکراتیک مبتنی بر رعایت حقوق بشر و سکولاریسم باشه. پس فردا هم آقای موسوی و کرمی میتونن در یک انتخابات آزاد شرکت کنن، اگر رأی بردن حتما ما به اونها تبریک خواهیم گفت و میتونن حکومت خودشون رو تشکیل بدن. و همان گونه که حزب مثلا دموکرات مسیحی آلمان چند تا نماینده در پارلمان آلمان داره، ولی قانون اساسی اونجا مبتنی بر رعایت حقوق بشر و یک موازینیه که با یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برای تنوعات و عموم مثلا جامعه آلمان یا مردم آلمان در بر میگیره و این در نظر گرفته شده. و این همون گونه که اشاره کردم، اگر ما با این به آینده ایران بنگریم، اول باید این تبعیض رو ببینیم، به رسمیت بشناسیم و برای برداشتن و فک کردن بازگشت اون و بازتولید اون در جامعه برنامه ارائه بدیم. و این برنامه همان که اشاره کردم اعتراف به تفاوت‌ها در داخل ایرانه. بله بله. اگر اعتراف نکنیم این تفاوت‌ها رو نخواهیم دید، و اگر این تفاوت‌ها رو نبینیم مثل گذشته، مثل حکومت‌های استبدادی چه
شاه حکومت تاج شاه حکومت عمامه، ما با سرکوب خونین در واقع زیر پرده حفظ تمامیت ارضی، در صورتی که امروز هم استقلال ایران آنگونه که شاید باید در مورد تصفیه و تحلیل قرار بگیره، مگر میشه گفت که جمهوری اسلامی ایران یک کشور مستقله؟ امروز چینی ها و روس ها سرمایه ملی مردم ایران رو میبلند. بله، چندی پیش من توی اخبار خوندم که 18 میلیون دلار به شرکت های چینی واگذار شده که اینها بیمه بکنن مثلا کشتی های نفتکش جمهوری اسلامی ایران، بدون اینکه هیچ سندی وجود داشته باشه، به خاطر این تحریم هایی که به خاطر عملکرد زورخویانه و نابخردانه جمهوری اسلامی ایران، جامعه جهانی بر ایران و بر جمهوری اسلامی ایران در واقع اعمال کرده. آقای رشیدی عزیزم اجازه بدید من یک سوال، اینی که این حکومت در واقع داره هدر میده سرمایه ملی نسل‌های آینده جامعه ما و حتی تمامیت ارضی ایران رو در برابر خطر قرار داده. چرا؟ چون اینها میخوان وانمود کنن که سرنوشت اونها به سرنوشت ایران و یکپارچگی ایران گره خورده، در صورتی که اونها خودشون سم و زهر یکپارچگی. بله بله آقای رشیدی، یک وقایعی هست نقطه عطف مناسبات قومی است با مرکز، مثلا تیرباران علی مردان خان بختیاری یک نقطه عطف بوده واقعا، یعنی یک بیزاری غریبی نسبت به دولت مرکزی کشتن اون مرد بزرگ ایجاد کرد. من این جبین نجیب قاضی محمد رو همیشه به خاطر دارم، تصویراشو میدیدم و اینا. میخواستم از شما بپرسم به عنوان یک کرد، اعدام مرحوم قاضی محمد چه تأثیری، چه پیامدی در اذهان مردم کردستان داشت و نگاهشون به مرکز؟ در واقع پیشوا قاضی محمد امروز برای عموم مردم کردستان، و من با صراحت میخوام اینو بگم، در تمام بخش های کردستان، چه در ترکیه چه در سوریه و چه در عراق، به عنوان یک نماد به ایشون نگاه میکنن. چرا؟ چون پیشوا قاضی محمد حدود 70 سال پیش در بطن یک حکومت شاهنشاهی پا به پیش گذاشت و از تحولات منطقه‌ای استفاده کرد و یک جمهوری رو اعلام کرد. امروز مثلا اگر آقای جورج واشنگتن مثلا در 1776 اگه اشتباه نکرده باشن، بله، استعمار انگلیس رو به زانو در آوردن و حکومت جمهوری رو مفاد کردن. امروز فکر نمی کنم هیچ تیپ سیاسی و فکری در جامعه امریکا به این رویداد مفتخر نباشه و براش غرور آفرین نباشه. حتی پیشنهاد کردن که آقای جورج واشنگتن به عنوان پادشاه قد علم بکنیش، گفتن ما بر علیه یک پادشاهی بله کردیم، بله، بیرون کردیم و استقلال خودمونو به دست آوردیم. من سیستم جمهوری پیشنهاد میکنم و اینم یک نعمت همه جانبه برای آمریکایی‌ها شده دیگه. بله، امروز آمریکایی‌ها همه جا به این افتخارن. در کردستان ایران هم اینه، یعنی خیلی از قبایل فکر میکردن که باید پیشوا قاضی محمد به عنوان یک شاه حضور پیدا بکنه، ولی همان گونه که تاریخ نگاران شرقی به ویژه روسی‌ها مینورسی‌ها خیلی ها نوشتن، به اونجا یک حکومت دموکراتیکی به پا بود، خیلی حائز اهمیت در همون دوران و در همون گفت تاریخ، در حالی که یهودیان در قلب اروپا به کورهای آدم سوزی سپرده می شدن، در مهابات یهودی ها دارای مدرسه ویژه خودشون بودن. بله بله، حتی وزیر مسیحی در کابینه پیشوا قاضی محمد حضور داشت. و این روزم بعد از گذشت 70 سال همه جا، امروز که فکر کنم 13 یا 14 بهمن جشن دوم بهمن، همه جا با شکوه بسیار عظیم میان کردها برگزار میشه. هنوز کردها، روشنفکران کرد در مورد جمهوری کردستان و اهمیت حرکت پیشوا قاضی محمد، پیشوا حزب دموکرات کردستان ایران و رئیس جمهور اون موقع کردستان در واقع، یا کمار کردستان عمر و ریبندان در واقع، دارن سخن میگن و برای اونها یک نماد مقاومته. چرا؟ چون در اون دوران رضاخان در واقع بعد از جنگ جهانی دوم، شما مشاهده میکنید که هر حرکت اعتراضی و
در گلو خفه میکنن، در نطفه خفه میکنن، ولی وقتی که روس‌ها و انگلیسی‌ها شمال جنوب وارد میشن، ارتش شاهنشاهی کوچکترین مقاومتی از خود نشون نمیده و بعدم برای سرکوب فرقه دموکراتیک آذربایجان و جمهوری کردستان چاه‌های نفت رو به روس‌ها می‌بخشن که خودتون حتما در این رابطه در جریان هستید. بله. و وقتی که مثلا حتی سلطنت‌طلب‌ها دیگران یا فعالین جنبش سبز یا احزاب سراسری وقتی که میان از حرکت‌های دموکراتیک خودشون صحبت می‌کنن، مثلا از ملی کردن صنعت نفت در ایران، که مگر کسی می‌تونه یک فرد ملی میهنی و به حاکمیت ملی در ایران اهمیت بگذاره بتونه این برهه بسیار درخشان از تاریخ ایران رو حذف بکنه؟ نه، این شدنی نیست در واقع. ولی حرکت پیشو آغازی محمدم دارای چنین جایگاهیه. چرا؟ چون حرکتی کاملا هویت طلبانه بود در برابر سیستمی که هویت اونو به چالش کشیده بود، زبان اونو قدغه میکرد. رضاخان باید تقلید بسیار پیش و پا افتاده از اتاتورک که تازه در ترکیه به قدرت رسیده بود، در واقع فقط میخواست ارتش خودشو مدرنیزه بکنه، میلیتاریسته بکنه تمام جامعه ملیتی در ایران و سیاست خودشو در این که خب بالاخره همه امروز هم پافشاری میخونن که ایران یک کشور، بله ایران یک کشور، یک واحد سیاسیه، ولی ملیت های متفاوتی در اون زندگی میکنن. بله. امروز مسئله دوم من میخوام اشاره بکنم با یک چالش هایی روبرو شده. مثلا اگر از هر فارس زبانی، از هر روشن فکر فارس زبانی مثلا شما سوال بکنید آقا شما به کت خدا احترام میذارید؟ صد درصد احترام میذارم، منم احترام میذارم. به معین مثلا احترام میذاری؟ بعد منم میذارم. مثلا شما فرهنگ معین رو نگاه کنی، فرهنگ کت خدا رو نگاه میکنی، میبینی که مثلا قوم به این قوم و خویش و طایفه گفته میشه، در صورتی که از لحاظ سیاسی امروز من کرد فکر میکنم وقتی که شما به من میگی قوم یعنی میخوای خودتو آقا بالا سر ببینی و منو کوچکتر ببینی، تحقیرم کنی و حقوق دموکراتیک منو تحقیر بدی. مثلا من یک نمونه بیارم، مگر میشه 4-5 میلیون آذربایجانی اون ور مرز ملت باشن، کشور خودشون داشته باشن، پرچم خودشون داشته باشن، نماینده رسمی در سازمان ملل متحد داشته باشن، یعنی 20 خورده آذری در ایران قوم باشن و کوچکتر از اونا باشن؟ مگر میشه 12 میلیون کرد ایرانی و قوم یا طایفه یا تیره خطاب کرد، ولی 4 میلیون مثلا کرد عراق، 5 میلیون کرد عراق ملت باشن و یک حاکیت بسیار قدرتمند اقتصادی و سیاسی و حاکمیت ملی در داخل ایران، در داخل عراق محسوب بشن؟ اینها تناقض در واقع به نظر من فکر میکنم و همیشه پاسخ من برای این مسئله اینه، یا همه قومیم یا همه ملتیم یا همه ملیتیم. و این نگرش رو به پیش میاره که بله شما بازم میخواید در حکومت آینده ایران، البته روی سخنم با شما نیست، خود شما میمونی که این بالاخره یک معضلاتیه و باید در موردش بحث و گفتگو کرد و به یک نتایجی دست یافت. نه که چه اشکالی داره، همه با هم یا قومیم یا ملیتیم یا ملتیم، چه اشکالی داره؟ شما مثلا شما حتما باید یک کرد تحقیر بکنید، شما اونو کوچک بکنید و بعد ایشون قزم و قرآن بخوره که مثلا تجزیه طلب نیست، نمیخواد کردستان رو جدا بکنه. ولی اگر من سؤالم اینه، رو به تمام این طیف های فکری، اگر فردا مردم بلوچستان تشخیص دادن که با جدایی از ایران یا تشکیل کشور بلوچستان به خوشبختی دست خواهند یافت، ما باید اونها خشونتشی بکنیم، ما باید اونها را سرکوب بکنیم، ما باید اونها را مورد نسل کشی قرار بدیم؟ نه، ما میایم توضیح میدیم که یک ایران متحد دموکراتیکی که در اون ثروت و قدرت در واقع تقسیم شده به نفع همه ماست. بله. ما باید به دنبال این باشیم که یک بازار مشترک در خاورمیانه ایجاد بکنیم، همان گونه که آمریکایی ها میانه گرفتار خودشون کردن، همان گونه که اروپایی ها با ایجاد اتحادیه اروپا کردن، همان گونه که کشورهای عربی یا مثلا همین کشورهای متحد عربی در واقع یا این کشورهایی که مثلا اسلامی ان و یه فدراسیون هایی دارن و به دنبال اینا یه پول واحد یک بازار مشترکی ایجاد بکنن. ما سازیان سال
نمیشه در زمان حاکمیت اسماعیل اربکان اینا. آقای رشیدی چون این پروژه هستن. آقای رشیدی عزیزم، آقای رشیدی الو، آقای رشیدی احترام صورت میگیره. بله آقای رشیدی، ما وقت ما رو به اتمام، یک دقیقه وقت داریم. شما در این یک دقیقه آرزوها و ایدئالهای خودتون رو نسبت به جامعه ایران و اون چی برای مردم کرد در واقع در نظر دارید خیلی خلاصه جنبندی بفرمایید، ببینیم که ایدئالهای شما چگونه.